امروز در رسانه ها فاینانشل تایمز بریتانیا، واکنش های خشمگین جامعه جهانی به خبر تعلل در بازدید بازرسان آژانس اتمی توسط ایران. کانادین پرس کانادا، در آخرین موج توقیف رسانه ها دولت ایران روزنامه های منتقد از رئیس جمهور احمدی نژاد را تعطیل می کند. بلومبرگ آمریکا، شرکت هندی ONGC در میدان گازی پارس جنوبی سهام خواهد خرید. میامی هرالد آمریکا، مخالفان در ایران مورد آزا قرار می گیرند. رویترز به زبان عربی، امارات متحده عربی، ایران برای وارد کردن بنزین به 6.5 میلیارد دلار پول نیاز دارد. آفتاب چاپ تهران، انصاری خطاب به محمد جواد لاریجانی، چرا شمشیر از رو بسته اید؟ دومین آتش سوزی شبانه در بازار تهران طی یک هفته اخیر. عضو فراکسیون اقلیت میگوید خالد مشعل اظهارات خود در مورد خلیج فارس را اصلاح کند. کیهان چاپ تهران، حرفهای تازه هاشمی برای اصلاح طلبان آزاردهنده است. هشدار آیت الله سیستانی به احزاب عراق، اگر فهرست مشترک ندهید انتخابات را تحریم می کنم. قدس چاپ تهران، کنسرسیوم خرید سهام مخابرات خصوصی نیست. و سخنگوی کمیته ویژه می گوید همه مسئولان مرتبط در زمان حوادث کهریزک بازجویی می شوند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.